14 مجمع بین المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام با حضور نماینده امارت اسلامی در شهر کازان روسیه آغاز شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست میگوید که افغانستان ظرفیت مبدل شدن به یک کشور صنعتی را دارد و در حال حاضر سهولت‌های بیشتر به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم است. اخیراً هزارها سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف به افغانستان علاقه‌مندی نشان داده، جواز فعالیت دریافت نمودند و با ادارات مختلف افغانستان در تماس هستند تا تجارت و سرمایه‌گذاری پیش آغاز نمایند. در همین حال وزارت خارجه امارت اسلامی میگوید که در نشست‌های حاشیه‌ای در روسیه درباره فرصت‌های موجود در افغانستان نیز گفتگو شده است. افغانستان که دی زراعت، دی قانون و مختلف برخو که پانگوانی باندی افغانستانی امارت خپل موقف اعلان که و همدار است دی کانفرانس روستا پا مختلف و لیولونو که بیلابیل هیوادونو وزیرانو اول نور لړکول سره په افغانستان کې د شته فرصتونو په اړه باندې ترلخیزی خبري وشوه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از روسیه میخواهد که سهولت های لازم را در بخش صدوری ویزه و کاهش تعرفه های گمرکی فراهم کند. امیدوار هستم که وزیر صاحب تجارت عموم مشکلاتی که ما از لحاظ ترانزیتی و هم از لحاظ تعرفوی با روسیه داریم امور باید چشم حل شود. مشکلات ویزا جز از مشکلات بزرگ تمام تجارای ما است. نه تنها روس بلکه امارات متحده، قطر، امریکا و اروپا که بالکل از اندازه دورتر و مشکلات فراتر است. بالاخره در سفرهای موجود یا فرصتهای موجود اولویت دولت ما باید مستحکم سازی ستون فقرات یعنی سکتور خصوصی روابطان با سایر کشورها باید باشد. از سوی هم معین وزارت تحصیلات عالی در این نشست آمار می‌دهد که در افغانستان بیش از 17700 مکتب وجود دارد و 38% آموزگاران را بانوان تشکیل می‌دهد. ما با افغانستان که تولتال 12,800 مکاتب لرو چی فعلاً بکی 10 میلیون متعلمین پر زدکرو او 12,000 معلمین چی اتدیر سرن یوناستی پر تدریس بود. بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، سالانه میزان داد و ستد افغانستان با روسیه 200 تا 300 میلیون دلار میرسد که صادرات روسیه نسبت به واردات آن به افغانستان به مراتب بیشتر است.